در آینده در نیروگاه هسته‌ای آکسوماکو زمانی که یکی از راکتورها ناگهان آتش رادیواکتیو می‌گیرد، آلارم خطر به صدا در می‌آید. به زودی نگهبانان و درون‌ها برای مراقبت از وضعیت فرستاده می‌شوند، در حالی که کارکنان وحشت زده هر طرف می‌دوند. دو مهندس می‌خواهند از انفجار راکتور جلوگیری کنند، اما نمی‌دانند دکمه زرد را فشار بدهند یا بی، چون دستورالعمل‌ها به زبان کانتونی است. بدتر از آن، در گیر کرده و آنها نمی‌توانند فرار کنند. همان موقع یک مرد مرموز به نام فاکس بیرون در ظاهر می شود و سعی می کند با مهندسان ارتباط برقرار کند و از آنها می خواهد که دکمه آبی را فشار ندهند، چون اون از آینده آمده و عواقب آن را می داند. مهندسان نمی دانند که باید به حرفش باور بکنند یا خیر. بنابراین فاکس ناپدید می شود و با یک مترجم برمی گردد، اما مترجمی با زبان اشتباه را با خود آورده. پس لازم است چندین بار برود و برگردد تا سرانجام مهندسان حرف اونو باور میکنند و آماده میشوند تا تکمه زرد را فشار دهند. اما همان لحظه گشت زمان ناگهان در راه رو ظاهر میشود. فاکس بلافاصله ناپدید میشود و ماموران گشت زمان به مهندسان میگویند که آن مرد تروریست بود و اونا باید دکمه آبی را فشار دهند. پس از ناپدید شدن ماموران، مهندس دکمه آبی را فشار میدهد و به نظر میرسد اوضاع آرام میشود. اما به زودی کل نیروگاه هسته‌ای منفجر میشود. در زمان حال، معاون نیروگاه هسته‌ای گیلبرت طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام می‌کند که قراردادی را با یک شرکت چینی به نام آکسوماکو برای ساخت یک نیروگاه اتمی امضا خواهد کرد. دختری به نام آلیس که یک فعال محیط زیست است، صحبت‌های او را قطع می‌کند تا به این نکته اشاره کند که شرکت آکسوماکو از تکنولوژی‌های قدیمی استفاده می‌کند که می‌تواند در آینده مشکلات جدی ایجاد کند. گیلبرت نگرانی های اونو نادیده می گیرد و با نگهبانان تماس می گیرد که بلافاصله آلیس و دوستانش را دستگیر می کنند. پس از کنفرانس، آلیس توسط پدرش که معلوم می شود گیلبرت است، نجات پیدا می کند. بعدن دوستان آلیس با او تماس می گیرند تا درباره گیلبرت با او صحبت کنند، چون قبلا هرگز به اونا نگفته بود که گیلبرت پدر اوست و حالا باید ثابت کند که یک شورشی واقعی است و نه یک جاسوس. بنابراین از او میخواهند وارد کامپیوتر گیلبرت شود و شواهدی مبنی بر ارتباط غیرقانونی اون با آکسوماکو پیدا کند. شب گیلبرت ویدیوهای قدیمی همسرش را تماشا میکند که هنگام زایمان آلیس فوت کرده. بعد از اینکه گیلبرت به رخت خواب میرود، آلیس سعی میکند به کامپیوترش دسترسی پیدا کند، اما فاکس را میبیند که میخواهد کامپیوتر را بدزدد. فاکس سعی میکند توضیح دهد، اما آلیس وحشت زده میشود و با یک بطری به سرش میزند و این گیلبرت را از خواب بیدار میکند. پایین می آید و بلا فاصله تعزیز می کند که به پلیس زنگ می زند. همان موقع مامورین گشت زمان با یک فلاش در حیات ظاهر می شوند و سعی می کنند به فاکس شلیک کنند که توسط آلیس پایین هل داده می شود و گلوله به جای فاکس به پای گیلبرت آسیب می رساند. مامورین گشت بعد به سرعت داخل می شوند. بنابراین فاکس آلیس و گیلبرت را می گیرد و بعد دستبند خود را فعال می کند و اونا را از خانه ناپدید می کند. دوباره در یک راهروی مرموز ظاهر می شوند و آلیس برای فرار یک مرد را با لگد دور می کند و می دود تا اینکه به لبه یک پرتگاه می رسد و شهر را در حالتی ویرانه کشف می کند. شوک باعث می شود که از حال برود و قبل از اینکه بیفتد یک دست اونو به عقب می کشد. مدتی بعد آلیس در یک اتاق آشغال بیدار می شود و از یک سوراخ کوچک دیوار می تواند گیلبرت را در اتاق کناری ببیند. همان لحظه مرد دیگری به نام راف وارد می شود و غذای کمی را که دارد با آنها به اشتراک می گذارد، در حالی که توضیح می‌دهد که از جدول زمانی دیگری اینجا آورده شدند. راف بعد آلیس و گیلبرت را به آزمایشگاه می‌برد، جایی که فاکس منتظر آنهاست. گیلبرت نمی‌خواهد حرفای اونا را بشنود و برای فرار به سمت در می‌رود، اما می‌بیند که راف توسط یک دسته زومبی نفرت انگیز مسدود شده. گیلبرت وحشت زده در را می‌بندد در حالی که یک دانشمند به نام هنری با آنها می‌پیوندد. اون توضیح میدهد که اینا فقط زومبی های معمولی بودند، ولی زومبی های خطرناکتری نیز وجود دارد که میتوانند بدوند. به نظر میرسد آلیس و گیلبرت با آینده پس آخر زمانی آورده شدند، جایی که زومبی ها پس از انفجار نیروگاه هسته ای آکسوماکو به وجود آمدند. برای اثبات آن، هنری حتی ویدیویی را به اونا نشان میدهد، اما گیلبرت فکر میکند که همه اینا ترفندی است که اونو مجبور به لغو معامله با آکسوماکو کند. بچه ها دوباره در را باز می کنند و به سرعت تمام زومبی ها را ساقط می کنند و بعدش اعلام می کنند که می خواهند بیرون بروند. آلیس و گیلبرت را داخل یک ماشین زرهی حال می دهند و برای گشت به شهر می برند، جایی که پاریسی و ایران شده را می بینند که هیچ آدمی به چشم نمی خورد به جز زومبی ها. پس از تماشای ویرانی توقف می کنند و یک ابر رادیواکتیو عظیم را به آنها نشان می دهند. توضیح میدهند که این ابر هر 70 سال یک بار به دور زمین می چرخد و هر چیزی را که به آن برسد می کشد.
همچنین هر سال بزرگتر می شود، بنابراین دفعه بعد که می رسد هیچ کس از آن زنده نخواهد ماند. گیلبرت در نهایت به اشتباه خود اعتراف می کند و فاکس آماده می شود تا بهش شلیک کند. اما آلیس اونو متوقف می کند و التماس می کند که باید گزینه دیگری وجود داشته باشد. راه دیگر برای تغییر اوضاع دزدیدن لپتاپ و ایجاد یک رسوایی سیاسی است. اما این مورد توجه مامورین گشت زمان را به خود جلب می کند که مخالف تغییرات تاریخ هستند، چون از عواقب آن می ترسند و بلافاصله جلوی اونا را می گیرند. ناگهان گیلبرت هوشیاری خود را از دست می دهد و در حالی که همه گیج شدند، راف ایده جدیدی ارائه می دهد. گیلبرت طبیعتاً باید تصمیم بگیرد که با میل خود قرارداد را با اکسوماکو امضا نکند. به این ترتیب گشت زمان متوجه نخواهند شد. آلیس مفخص می کند و می گوید که گیلبرت همیشه اینقدر بدبین نبود. اون فقط بعد از مرگ مادرش تغییر کرده و پتانسیل تغییر مجدد را دارد. فاکس قبول می کند که تلاش کند، اما با یک قانون. اگر در خطر گرفتار شدن توسط مامورین گشت زمان قرار بگیرند، برای نجات خودشان به گیلبرت شلیک می کند. پس از آن هنری تصمیم می گیرد به آزمایشگاه برگردد و بقیه به بار محلی می روند. آلیس درخواست آب می کند و همه به او می خندند، چون آب تمیز دیگر در دسترس نیست. پس از ملاقات با مردم محلی، آلیس سعی می کند با گیلبرت صحبت کند و اونو وادار کند که نظرش در مورد توافق هسته‌ای را تغییر دهد، اما گیلبرت هنوز مردد است. بحثی پیش می آید و آلیس با صدای بلند اعلام می کند که گیلبرت باید برای این آینده وحشتناک مقصر شناخته شود. بنابراین گیلبرت با پیشنهاد پرداخت هزینه نوشیدنی همه حواس جمع رو پرت کرده و با آلیس فرار می کند. فاکس و راف سعی می کنند اونا را تعقیب کنند، اما مشروبخواران عصبانی مانع آنها می شوند. وقتی آلیس و گیلبرت در خیابانهای خالی راه می روند، خیلی زود انبوهی از زومبی ها پیدا می شوند. پس بلا فاصله فرار می کنند تا اینکه به بنبست می رسند. در آن لحظه فاکس و راف به زومبی ها می رسند و شلیک می کنند تا راهشان را باز کنند. اما خود اونا نیز در کوچه گیر می کنند. اونا گلوله کافی ندارند، بنابراین فاکس سعی می کند از دستبند خود استفاده کند. اما می بیند که باتری آن تمام شده. زمانی که زومبی ها دارن نزدیک می شوند، ناگهان دسته ای از آنها توسط نیزه ها کشته می شوند. این کار گروهی از بچه های جنگجو است که زومبی ها را تحریک می کنند تا اونا را دنبال کنند تا گروه آلیس بتوانند از کوچه فرار کنند. در همین حال گشت زمان محله های فقیر نشین را جستجو می کند و یک نفر را وادار می کند تا محل آزمایشگاه هنری را فاش کند. وقتی اونا به در آزمایشگاه نزدیک می شوند، هنری اونا را از طریق سیستم امنیتی شناسایی می کند. بنابراین وسایلش را جمع می کند و خود تخریبی را فعال می کند. درست قبل از اینکه یک انفجار مهیب همه چیز را ویران کند، هنری از آزمایشگاه بیرون می رود، اگرچه شعله های آتش به قدری قوی است که بهش می رسد. به لطف لباس های زرهی گشت زمان هیچ آسیبی نمی بیند و هنگامی که خرابه های آزمایشگاه را جستجو می کنند، یک نقشه مرموز به دست می آورند. به گروه آلیس برمی گردیم. به محله معروف به مخفیگاه برده می شوند، جایی که بچه ها با هم زندگی می کنند. در حالی که یک وعده غذایی مشترک دارند، هنری ناگهان روی میز ظاهر می شود که برای فرار از شعله های آتش تلپورت کرده، اما هنوز هم در این فرایند کمی سوخته. اون سعی می کند به همه هشدار دهد که دشمن در حال آمدن است، اما حالا خیلی دیر شده. گشت زمان وارد مخفیگاه می شود. بچه ها بلا فاصله پشت میزها قرار می گیرند و به سمت آنها سنگ پرتاب می کند و در مقابل یک افسر با نارنجک پاسخ می دهد. هنری که می‌خواهد از بچه‌ها محافظت کند، روی نارنجک می‌پرد که منفجر می‌شود و تمام اعضای بدنش هر طرف پراکنده می‌شود و نشان می‌دهد که اون یک ربات است. فاکس خشمگین است و گیلبرت را برای این فاجعه مقصر می‌داند و آماده می‌شود به او شلیک کند. اما آلیس و رهبر مخفیگاه به او یادآوری می‌کنند که راه‌های بهتری وجود دارد. این به گشت زمان اجازه می‌دهد تا فاکس را شناسایی کرده و دستگیر کند. بعدش راف سعی میکند با آنها مبارزه کند، اما گشت زمان بر او نیز غلبه میکند. مردم محلی تصمیم میگیرند تسلیم شوند و دست بالا بیرون میآیند که افسر لوئیس را شوکه میکنند، چون کودکان نباید در جنگ شرکت کنند. اون قول میدهد که به کسی صدمه نمیزند، چون اونا فقط با جنایات زمانی سر و کار دارند. گشت زمان بعد راف، فاکس، آلیس و گیلبرت را میگیرد. در مقر گشت زمان رئیس کنستانس از آلیس برای کمک به آنها برای دستگیری شورشیان تشکر می کند. آلیس اصرار دارد که فاکس کار درستی انجام داده. پس برای تغییر نظر او کنستانس اتاق را ترک می کند و آلیس مسنتری را می فرستد تا با او صحبت کند. آلیس مسنتر می گوید تغییر تاریخ ایده خوبی نیست و قسم می خورد که زندگی فوق العاده ای داشته که تنها به لطف معاملات تجاری گیلبرت ممکن شد.
همچنین فاش میکند که گیلبرت به زودی بیمار میشود چون از زمان مرگ همسرش به شدت مشروب مینوشد. بنابراین اون به خود جوانترش توصیه میکند که تا حد امکان زمان بیشتری با پدرش بگذراند. پس از آن آلیس و گیلبرت به زمان حال بازگردانده میشوند. در همین حال فاکس و راف به دیدن کنستانس برده میشوند که اونا را متهم میکند که زندگی بسیاری را ویران کردند. فاکس اشاره میکند که اون در واقع هزاران نفر را نجات داده. اما گشت زمان نمیتواند این را به خاطر بیاورد چون هر بار که فاکس تغییری ایجاد میکند زمان بازنشانی میشود. تنها کسانی میتوانند واقعیت‌های جایگزین را به خاطر بسپارند که از همان اول تغییر ایجاد میکنند. همه افسران گیج میشوند و کنستانس خشمگین میشود و دستور میدهد هر دو جنایتکار را در حفره زندانی بدون زمان قرار دهند. در زمان حال گیلبرت سوار ماشین میشود تا در جلسه شرکت کند که در نهایت معامله با آکسوماکو را امضا میکند و راننده سوالاتی در مورد آلیس از او میپرسد و از او تعریف میکند که چقدر باهوش است. گیلبرت که احساس گناه میکند از او میخواهد که اونو به خانهش برگرداند. هنگامی که دوباره با آلیس متحد میشود گیلبرت به او میگوید که فقط میخواهد روز رو با دخترش بگذراند. در آینده گشت زمان زیگنالی در مورد تغییرات مهم در زمان دریافت میکند. فاکس اشاره میکند که این تغییرات درونی در گیلبرت است، به این معنی که گشت زمان نمیتواند دخالت کند. کنستانس تصمیم میگیرد قوانین را زیر پا بگذارد و به افسران دستور میدهد گیلبرت را مجبور به امضای قرارداد کند و میگوید در صورت لزوم آلیس را نیز بکشند. لوئیس مخالف چنین نقشه وحشیانه است، اما کنستانس به سادگی ماتئو و ویکتور را به جای او میفرستد قبل از اینکه به لوئیس بگوید که زندانیان را با نظارت دستیارش به حفره ببرد. خارج از شهر ابر رادیواکتیو نزدیکتر میشود و چند زومبی و بعداً صاحب بار را میکشد. در مخفیگاه مشخص میشود که هنری هنوز زنده است و به امید کمک قطعاتش را کنار هم میگذارد. با این حال دستبندش کار نمیکند و زمان کافی برای ساخت ماشین زمان جدید وجود ندارد. بنابراین همه به انتظار پایان می‌نشینند. در زمان حال ویکتور و ماتئو وارد خانه گیلبرت می‌شوند و آلیس را تهدید به کشتن می‌کنند که باعث می‌شود گیلبرت با امضای اوراق موافقت کند. ویکتور با آلیس می‌ماند تا اون را گروگان نگه دارد در حالی که ماتئو با گیلبرت سوار ماشین می‌شود. به لوئیس برمی‌گردیم. به حفره می‌رسند و اون دستیار کنستانس را فریب می‌دهد تا آنقدر نزدیک شود که اون را پایین هل دهد. بعد راف و فاکس را آزاد می کند و امیدوار است که اونا در ساختن آیندهی بهتر موفق شوند. پس از دادن دستبندهای شار شده جدید به آنها، لوئیس به دیدن کنستانس می رود تا به او بگوید که ماموریت انجام شد. اما کنستانس مشکوک شده و در مورد دستیارش می پرسد. ناگهان گزارش فرار زندانیان به کنستانس می رسد. بنابراین لوئیس سعی می کند تیراندازی کند، اما کنستانس به سرعت زیر میز پنهان می شود و قبل از حمله به لوئیس چراغ‌ها را کم می کند. دعوا با زنانی که مهارت‌های شگفت‌انگیزی از خود نشان می‌دهند رخ می‌دهد، اما پس از تلاش‌های فراوان و شلیک‌های از دست رفته، کنستانس تفنگ لوئیس را می‌گیرد و بر او غلبه می‌کند. در همین حین فاکس بالای ماشین گیلبرت ظاهر می‌شود و راننده را ماپوت می‌کند تا ماشین را متوقف کند و فاکس زمین بیفتد. وقتی ماتئو بیرون می‌آید تا اون را بررسی کند، فاکس به سرعت پای اون را می‌گیرد و وسط یک نبرد در طول جنگ جهانی اول منتقل می‌کند. همونطور که با گلوله‌ها و انفجارهای کوچک محاصره می‌شوند، ماتئو فاکس را تعقیب می‌کند که در تلاش است فرار کند. اما یک سرباز در حال فرار به دستبندش می‌زند و دستبند دوباره از کار می‌افتد. هر دو در نهایت به دعوای تن به تن می‌پردازند. ماتئو از تجربه خود استفاده می‌کند در حالی که فاکس ناعادلانه مبارزه می‌کند. هیچ یک حاضر به تسلیم شدن نیست، اما وقتی منسخه به طور ناگهانی توسط حملات هوایی بمباران می شود، چاره‌ای برایشان باقی نمی ماند. همان زمان راف مقابل آلیس و ویکتور ظاهر می شود که بلا فاصله به راف ضربه می زند تا اونو زمین بزند. زمانی که ویکتور سعی می کند به او شلیک کند، راف هر طرف اتاق تلپورت می کند تا گلوله‌ها را دور بزند و در نهایت داخل استخر می افتد. وقتی بیرون می آید، پشت سر ویکتور تلپورت می کند و اونو می گیرد. در حالی که دوباره با هم در سراسر اتاق تلپورت میکنند، شروع به دعوا میکنند. آلیس یک بطری میگیرد، تمرکز میکند تا در لحظه مناسب ضربه بزند و ویکتور را ناکاوت کند. بعد آلیس با پدرش تماس میگیرد، اما کنستانس ظاهر میشود و تلفن را میقبد و با آلیس اطلاع میدهد که ماتئو و فاکس را دستگیر کرده و پدرش با اوست. بعدش کنستانس گیلبرت را به جلسه میبرد و مجبور به امضای قرارداد میکند. گیلبرت خودکار به دست میگیرد و آماده امضا کردن است، اما ناگهان واقعیت اطرافش شروع به تغییر میکند.
معلوم می شود که راف و آلیس به لحظه تولد آلیس برگشتند و اون از اسلحه ویکتور برای تهدید کردن دکتری که اتفاقا هنری است استفاده می کند. آلیس اونو مجبور می کند که به جای نوزاد مادر را نجات دهد و در زمان حال فاکس متوجه می شود که آلیس دارد خود را از جدول زمانی پاک می کند. واقعیت اطراف آنها همچنان دارد تغییر می کند و تمام ناهنجاری های زمانی را برطرف می کند که همه اینا را لویز در مقر گشت زمان مشاهده می کند. در حین زایمان مادر به هوش می آید و آلیس را می بیند و ازش می پرسد که کیست، اما آلیس می گوید که هیچ کس و بعد محو می شود. وقتی گیلبرت متوجه می شود که چه اتفاقی دارد می افتد، نام دخترش را فریاد می زند. اما ناگهان خود را در یک آشپزخانه بسیار دنج می بیند. همسرش زنده است و دو دختر جدید دارند که به نظر می رسد زندگی بسیار خوبی با هم دارند. وقتی از شوک خارج می شود، بیاد می آورد که قرار بود چیزی را امضا کند. اما همسرش می گوید که قبلا این کار را انجام داده. یک روزنامه نشان می دهد که گیلبرت یک پروژه انرژی تجدید پذیر سازگار با محیط زیست را راه اندازی کرده. در آینده فاکس بیدار می شود و می فهمد که ابر رادیواکتیو هرگز وجود نداشته و حالا همه خوب هستند. لوئیس حالا بخشی از تیم آنهاست و همه چیز را به خاطر می آورد، چون این تغییر به لطف کمک او اتفاق افتاد. اما هیچ کس دیگری در گشت زمان چیزی را به خاطر نمی آورد. همه برای جشن گرفتن به بار می روند و معلوم می شود که آلیس با آنهاست، چون اون پارادوکس زمانی ایجاد کرده بود. موفق شد تولد خود را خونسا کند، اما ناپدید نشد، چون اگر ناپدید می شد اقداماتش که منجر به این تغییر شده بود لغو می شد. بنابراین حالا وجود دارد در حالی که وجود ندارد.